تشدید تلاش ها در واشنگتن برای آزادی آمریکایی های زندانی در ایران و استراتژی کاخ سفید در برابر برجام موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است. کریستینا مارکوس در گزارش در هیل با عنوان مجلس نمایندگان خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شد می نویسد مجلس نمایندگان آمریکا با رأی شفاهی قدنامه ای را تصویب کرده که خواستار آزادی زندانیان آمریکایی در ایران است. الیانا راسلتینن قانونگذار جمهوری خواه تنظیم کننده قطنامه میگوید امیدوارم این قطنامه پیامی محکم به ایران باشد که این رفتارها تحمل نخواهد شد امیدوارم پیامی محکم به دولت خود ما هم باشد که کنگره به شدت پیگیر سرنوشت آمریکایی های گرفتار در ایران است قطنامه از کاخ سفید میخواهد آزادی آمریکایی هایی که در ایران گروگان گرفته شده اند را بالاترین اولویت خود قرار بدهد هیئت تحریریه واشنگتن پست در سر مقاله‌ای با عنوان آمریکا پس از اوتو وارم بیر باید برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در ایران مبارزه کند می‌نویسد ایران پیشینه‌ای طولانی در زندانی کردن آمریکایی‌ها بدون دادرسی عادلانه یا شفافیت دارد اما مورد زیو ونگ اولین نمونه پس از پیروزی قاطع حسن روحانی در انتخابات پیام نگران کننده ی تندروها در قوه قضاییه و سپاه پاسداران است این بازداشت ها واکنش محکم دیپلماتیک را می تلود و نشانه های اولیه دلگرم کننده است. فشارها باید تا آزادی تمام آمریکایی هایی که ایران خود سرانه بازداشت کرده است ادامه بیابد. پس از مرگ تراژیک اوتو وارم بیر دولت ترامپ گفت آزادی گروگان های آمریکایی را در اولویت قرار خواهد داد. رسیدگی به گروگانگیری ها در ایران نقطه خوبی برای شروع است. ملیسا اتحاد در گزارش در لس آنجلس تایمز با عنوان دولت ترامپ درخواست ها برای آزادی زندانیان آمریکایی را شدت می بخشد می نویسد تلاش های بابک نمازی فرزند باقر نمازی و برادر سیامک نمازی برای آزادی این شهروندان آمریکا از زندان اوین پس از دو سال مورد توجه قرار گرفته است. بابک نمازی میگوید در آخرین ملاقاتش در کاخ سفید اطمینان پیدا کرد که مسئله خانوادهش به یک اولویت برای دولت ترامپ مبدل شده است. مقامات ایران اخیرا از بازداشت دوازده ایرانی در کشورهای مختلف به درخواست آمریکا گلایه کردند. جاش لدرمن و متیو لی در گزارشی در واشنگتن پست با عنوان آمریکا با بازرسی های بیشتر در پی آزمودن توافق هسته ایران است می نویسد مقام های ارشد آمریکایی می دولت ترامپ برای بازرسی از سایت های نظامی مشکوک ایران تلاش می کند تا استحکام توافق هسته را که پرزیدنت ترامپ سخت در پی لغو آن است بیازماید. دولت ترامپ در حالی که در پی اجرای سفت و سخت برجام است میکوشد آنچه را مشاوران ترامپ نقایص جدی توافق هسته‌ای ای میخوانند ترمیم کند این تلاش ها همچنین شامل بحث با کشورهای اروپایی بر سر یک توافق بعدی است که پس از انقضای محدودیت های برجام بعد از یک دهه از دسترسی ایران به جنگ افزار جلوگیری کند.